هدایای اولین دوره از بزرگترین پروژه ازدواج جوانان عراقی به زوجهای انتخاب شده در این دوره اهدا شد. اولین دوره از توزیع هدایای پروژه بزرگ بیت بزرگترین پروژه ازدواج جوانان عراقی از سوی مؤسسه فرهنگی و نیکوکاری مصباح الحسین علیه السلام برگزار شد. به گزارش شیه این مراسم که در هتل المنصور شهر بغداد برگزار شد، شاهد حضور حجت الاسلام و شیخ مصطفی محمدی مدیر مؤسسه مسبال حسین علیه السلام و همچنین جمعی از اعضا و مسئولان دفتر مرجعیت شیعه آیت الله العظما شیرازی در شهر مقدس کربلا بود این مراسم که جمعی از اصحاب رسانه بلی عراق و مسئولان دولتی نیز حضور داشتند به منظور توزیع هدایای 15 زوج جوانی که در اولین مرحله از پروژه بیتون المبده ثبت نام کرده بودند برگزار شد زوجهای حاضر در اولین دوره از توزیع هدایا طی قرعه کشی که پنجشنبه هر هفته با همکاری سازمان صدا و سیمای کشور عراق صورت میپذیرد انتخاب شده بودند همچنین در این مراسم برنامه آموزش مهارت‌های زندگی سالم شامل هایی در رابطه با مسائل اخلاقی و بهداشت خانواده توسط حجت الاسلام شیخ عبدالرضا معاش و چند متخصص مسائل پزشکی برای زوجهای حاضر برگزار شد در پایان نیز هدایای 15 زوج حاضر شامل یک میلیون دینار و نقد و وسایل ضروری منزل به ارزش یک میلیون دینار توسط مدیر مؤسسه فرهنگی و نیکوکاری مصبال حسین علیه السلام اهدا شد. طرح خانه مودت که از طرحهای اجتماعی مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مسبال حسین علیه السلام در کشور عراق است که با هدف آسانسازی ازدواج برای جوانان و ریشه‌کن نمودن معضل تجردگرایی راه اندازی شده است. در این طرح بدون در نظر گرفتن قومیت یا مذهب جوانان با همکاری خیرین عراقی کمک های مادی و فکری در اختیار آنها قرار داده می شود تا ازدواجی آسانتر را تجربه نمایند شانه ذکر است مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح حسین علیه السلام یکی از مؤسسه های مرتبط با بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی صادق حسینی شیرازی مدظله در کشور عراق است